به 300 کشته افزایش. حالا اگه اشتباه میکنم بسان برای دادخواهی قتل فرخنده. باز هم خوش آمدید. وزیر عدلیه کشور از تصویب طرح حمایت قانون اطفال در آینده نظری خبر می‌دهند. عبدالبصیر انوری می‌گوید این وزارت با همکاری اداره یونیسف در حمایت از حقوق اطفال کار می‌کند تا این قانون را در جامعه تقدیم کند. از سوی هم اداره یونیسف از روی دست گرفتن این پروسه خبر می‌دهد. وضعیت اطفال در یک دهه اخیر در افغانستان نگران کننده خوانده شده است. به گفته برخی ها این مشکل سبب شده تا اطفال کشور رو به کارهای دیگری بیاورند. اما حالا وزارت عدلیه کشور از مسوده قانون در حمایت از اطفال با همکاری اداره یونیسف و تصویب آن از سوی شورای ملی نیز خبر می دهد. وزارت عدلیه با همکاری یونیسف و مشوره یونیسف و جمعی از خبرایی را به شکل موجودیش که به حیثیت یک قانون مثل یک قانون اساسی برای اطفال از استفاده میشه و کوشش میشه که در موارد ضرورت هرگاه ایجاب کنه او همه در یک سند تقنینی جمع شوه. اداره یونیسف از همکاری های بیشترش در حمایت از حقوق اطفال در افغانستان و نیز از آغاز این پروسه از سال 2011 تا کنون خبر میدهد. افغانستان کنوانسیون بین المللی اطفال را امضا کرده است و ما فرصت داریم تا این مسوده را غنی تر سازیم تا اطفال افغانستان بیشتر تشویق شوند. این در حال است که بیشتر اطفال افغانستان در وضعیت بد در کشور به سر میبرند و حتی بیشتر آنان از سوی خانواده ها کارهای سنگینی را انجام میدهند. اما حال وزارت عدلیه کشور در نظر دارد تا در حمایت از حقوق اطفال طرح بهتری را در زمینه رشد اطفال در کشور انجام دهد. برخی اعضای مکتبخانه شهید مسعود قهرمان ملی کشور به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت استاد برهان الدین ربانی مراسم ویژه گلگذاری را در آرامگاه رئیس جمهور فقید کشور در تپه وزیر اکبرخان شهر کابل برگزار کردند. شمار از اعضای مکتبخانه شهید مسعود استاد ربانی را رهبر مبارزین و پیشتاز جبهه جهاد و مقاومت خوانده میگویند او مردانه تا دم مرگ برای دفاع از استقلال، رفاه و سعادت مردم رزمید. ای مرد با ایمان جان را فدا کردی تو در اسلام. نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر. این صداها ندای رهروان مکتبخانه شهید مسعود، علمبردار جبهه جهاد و مقاومت مردم افغانستان است. نسل سوم مقاومت که راه شهید مسعود و دیگر رهبران جهاد مقاومت مردم افغانستان را تعقیب می کنند، ارتگزاری به آرمانهای شهدا و تعقیب اهداف آنان را از برنامه های راهبردی مکتبخانه شهید مسعود می خوانند. اعضای مکتبخانه شهید مسعود میگویند استاد ربانی مرد مبارزه، مرد صلح‌خواه و رهبر توانا بود که به خاطر منافع ملی یک عمر رزمید و نگذاشت کشور زیر سلطه بیگانگان و تروریستان بین المللی قرار گرفته و مردم هر لحظه قربانی اهداف و شوم ابرقدرت‌ها شود. در کنار این که او برای رسیدن به صلح با گروه‌های افغان تلاش می‌کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از آمدن ما در اینجا یادبود از شهدایی است که در راه دین اسلام
اسلام اینها در راه صلح، در راه امنیت، در راه اتفاق بین مسلمانان و از بی‌اتفاقی خواستن مردم را از نفاق و جنگ یعنی در میانشان اتفاق بیارن. همه به مکتب خانه قهرمان ملی آمدن، پیوستن و به یک گروهی بسیار بزرگ و به خاطر دفاع از ارشهای جهاد و مقاومت، به خصوص از یاد شهید صلح استاد پروفسور سربانی و همچنان قهرمان ملی، اینا حراست و دفاع میکنند. رای استاد رای حق بود که برای ما شما نماست که عروس که یک کشوری بود که امپراتورش جهان بر عرضه آورده بود، که از این برکت استاد شهید بود، عامر صاحب شهید بود که شکست خوردن. ما انشالله تعالی به اندازه که خون در جریان باشه، ما از رای استاد ربانی، از رای شهدای افغانستان انشالله دفاع میکنیم. در اینجا نیز در پایگاه اصلی مکتبخانه شهید مسعود نیز اعضای مکتبخانه شهید مسعود گرد هم جمع شدند و یاد خاطرات شهید استاد برهان الدین ربانی را زنده نگه داشتند. شخصیت ها و رهبران و مجاهدین کفر ستیز را که مکتب اسلام تقدیم جامعه بشری نموده است، فراتر از مرزها و روابط خانوادگی، حتی مربوط به یک کشور، قوم، سمت و نژاد نمی شوند. پس شما فرزندان غیور مجاهدین که زیر چتر مکتبخانه مسعود بزرگ به کار و پیکار کمر بسته اید، از جمله وارثین اصلی شهدای کفر ستیز و استعمار شکن می باشید. مکتبخانه شهید مسعود که از سالها بدین سو در کابل و برخی ولایات کشور فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و اجتماعی را آغاز کرده، به عنوان یک نهاد تاثیرگذار برای زنده نگه داشتن آرمان‌های شهید مسعود و دیگر رهبران جهاد و مقاومت مردم افغانستان مبارزه می‌کنند تا نسل سوم مقاومت با الهام گیری از رهبرانشان در راه توسعه، ترقی، عدالت و آزادی‌خواهی گام بردارند. مسئولان وزارت تجارت و صنایع از بهبود وضعیت تجارت و سرمایه‌گذاری در سال جاری خبر می‌دهند. سخنگوی این وزارت می‌گوید با آنکه در سال جاری مشکلات فراراه بازرگانان وجود دارد، اما نسبت به سال‌های قبل صادرات و تجارت بهبود یافته است و در این حال تأکید دارد که تلاش خواهد کرد تا بیلانس تجارت افغانستان به گونه مثبت آن عیار ساخته شود. برخلاف نگرانی‌های مردم نسبت به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و تجارت در کشور، مسئولان وزارت تجارت و صنایع می‌گویند در سال جاری تجارت افغانستان نسبت به هر سال دیگر پیشرفت خوبی داشته و صادرات نیز به گونه چشمگیر سیر صعودی داشته است. خوشبختانه که وضعیت تجارت نسبت به 2015 و 2014 و همچنان وضعیت سرمایه‌گذاری نسبت به دو سال پیش امسال بهتر است. پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات امسال قابل قناعت حکومت افغانستان و وزارت تجارت صنایع است. اما آنچه بیشتر نگران کننده به نظر می رسد این است که در این سال مردم بیشتر شاهد افزایش نامنی در نقاط مختلف کشور بوده است. با این حال آقای قوقندی هرچند می پذیرد که این موضوع سبب برخی مشکلات فراراه وضعیت بازرگانان گردیده، ولی این باعث نخواهد شد تا افغان ها نامید شوند. ناامنی ها می تواند که یک عامل باشه، اما افغانایی که میخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنن میفهمن که اگر ریسک در افغانستان وجود داره، منافع هم در افغانستان زیاد است. و در یک کلام بالای نیروهای امنیتی ما باور کامل داره. از سوی هم مسئولان وزارت تجارت و صنایع کشور با اشاره به بهبود روابط تجاری افغانستان با کشورهای چین، هند و ایران میگویند تا چند سال محدود افغانستان از وضعیت کنونی بیرون شده و به کشور صنعتی و صادرکننده مبدل خواهد شد. و هفته که گذشت جهان هم شاهد رویدادهای مهمی بود. بان کی مون در آخرین سخنرانی خود در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد با عنوان دبیر کل این سازمان گفت که دولت سوریه مسئول اصلی کشتار غیر نظامیان در جریان جنگ داخلی 5 ساله این کشور بوده است. اما وی حامیان دولت و حامیان مخالفین را همزمان با دلیل دمیدن بر آتش جنگی سرزنش کرد و گفت که این همه کشتار را به دنبال داشته است. <تص->
بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل گفت که دست بعضی از حاضران در جلسه هم به خون آغشته است. آقای مون خواهان پایان دادن به جنگ در سوریه شد. نمایندگان آمریکا، روسیه و کشورهای دیگر در نیویورک در جلسات شرکت داشتند که هدف آن جلوگیری از شکست کامل آتش بس شکننده در سوریه بوده است. با این همه در پی حمله به یک کاروان بین المللی کمک رسانی در ولسوالی حلب سوریه که باعث مرگ 20 غیر نظامی شد، آمریکا روسیه را مسئول آن میداند. مقام های آمریکایی گفتند که دو هواپیمای روسیه مسئول آن حمله بودند، اما روسیه قویا اتهام دخالت در آن حادثه را رد کرده و گفته است که حادثه ناشی از آتش سوزی در محل بود، نه حمله هوایی. وزارت دفاع روسیه در بیانیه گفت هیچ گودال دیده نمی شود و نمای بیرونی وسایل نقلیه حاوی نشانه های همخوان با آسیب ناشی بمب هایی که از آسمان افتاده باشد نیست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم گفت که دولت آمریکا شواهد برای ادعای خود ندارد. و در اخیر براک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که 50 کشور قول داده اند تا 360 هزار پناهجو از کشورهای جنگ زده را جذب کند. و همچنان در مجمعه عمومی سازمان ملل متحد گفت که رهبران جهان به خصوص آلمان و کانادا گفتند که شمار پناهجویان پذیرفته شده را به دو چند خواهد کرد. همزمان با ادامه بحران مهاجرت در کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان، سازمان ملل میگوید 21 میلیون تن به دلیل مناقشه یا سرکوب از کشورهای خود فرار کردند. 9 میلیون تن در جنگ 6 ساله سوریه آواره شدند و بیش از 4 میلیون تن از این کشور فرار نمودند. از سوی هم رئیس جمهور آمریکا گفته است بستن درها بر روی این خانواده ها خیانت به مهمترین ارزش‌های جهان است. آمریکا با پذیرش 110 هزار پناهجو در سال مالی 2017 که اول اکتبر شروع می شود موافقت کرده است، در حالی که این رقم در سال جاری 85 هزار نفر است. آقای اوباما همچنین اعلام کرد که کشورها قول دادن کمک های مالی به گروه های کمک رسانی سازمان ملل را حدود 4.5 میلیارد دلار نسبت به سال 2015 افزایش دهند. کشورهای شرکت کننده قول دادن که نیاز مالی مدارس برای تحصیل 1 میلیون کودک پناهنده و همچنین مساعدت لازم برای کمک به ایجاد اشتغال قانونی برای 1 میلیون پناهنده را فراهم کنند. این بود گزارشگران این هفته که تقدیمتان شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. به 300 کشته افزایش. حالا اگر اشتباهی کردن برای دادخواهی قتل فرخنده.